همراه هستیم با مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد. آقای مطهری سلام و عرض ادب. آقای مطهری، با توجه به جمع‌آوری کتاب‌های مغایر فقه حنفی توسط طالبان در افغانستان، به نظر شما این اقدامات چه تأثیری بر دسترسی مردم به منابع علمی و آزادی بیان در این کشور خواهد داشت؟ بفرمایید. سلام و درود خدمت شما دوستان و عزیزانی که ما شما را میبینم، برشان سلام میکنم. در گام نخست متاسفانه با آمدن طالبان در افغانستان، آزادی بیان زیر حاکمیت طالبان در افغانستان وجود نداره. ما و شما در 3 سال گذشته شاهد بودیم که طالبان در برابر آزادی بیان فشارهای سخت را بر کارشناسا و رسانا و همچنان مجری های برنامه رسانی وضع کرده بودند، که ما در 3 سال گذشته شاهد بسته شدن تلویزیون ها بودیم، شاهد بسته شدن رسانه های صوتی بودیم و همچنان شاهد لتکوب خبرنگارا بودیم، شاهد لتکوب کارشناس های امور اجتماعی و سیاسی در داخل افغانستان بودیم. در کل گفته میتونیم که در افغانستان که امروز طالبان حکومت میکنه، آزادی بیان وجود نداره. و بحث بعدی که چرا طالبان کتاب‌هایی که مخالفت با حکومت طالبان داره چرا اینا را جمع‌آوری میکنه و بسیار کوتاه صحبت میکنم. در قدم نخست با آمدن طالبان در افغانستان، قوانین سخت را طالبان بر مردم هزاره و شیعه وضع کرده و کتاب‌هایی که از سطح شهر و یا از کتابخانه و یا از مدرسه و مکتب‌ها جمع‌آوری شده، این کتاب‌ها از مناطق جمع‌آوری شده و مناطق هزاره‌ها و شیعه زندگی میکنه. اگر کتابایی که مخالفت با حکومت طالبان داشته در هرات جمع آوری شده، از منطقه جبرائیل جمع آوری شده، نه از منطقه شهر هرات که متعلق به تاجیکای هرات است یا پیروای اهل سنت است. و همچنین کتابا در کتابخانه بامیان جمع آوری شده و امروز ما و شما شاهد هستیم که کتابهایی که به اون کتاب ها مردم هزاره و شیعه اعتقاد داره، کتابها در دایکندی توسط طالبان جمع آوری میشه. در کل طالبان در 3 سال گذشته فشارها و تحریمها و ظلمهایش بر مردم هزاره و شیعه در افغانستان شدت داده و هر طرح و هر پروژه را در برابر هزاره ها انجام میده که تا اینا ضعیف شه و اینا تضعیف شه و طالبان فشارهایش را بر اینا ایجاد بکنه. ما و شما در ایام اربعین شاهد بودیم وقت زایرین که از کربلا سمت افغانستان برگشت، در مرز اسلام قلعه مفاتح الجنان جمع آوری شد، نهج البلاغه جمع آوری شد، که نهج البلاغه کلمات حضرت علی یک از کتاب‌های مقدس مردم هزاره و شیعه در افغانستان است که علما از او تفسیر میکنه، جوانا از او میآموزه، پندها و آموزه‌ها در اونجا وجود داره. متاسفانه در کل من گفتم میتونم که طالبان امروز این قیدها رو وضع میکنه، مخصوصا کتاب‌هایی که با فقه حنفی مخالفت داره، با حکومت طالبان مخالفت داره. این کتاب‌ها از مناطق هزاره جات و شیعه نشین جمع‌آوری میشه. از دیگه مناطق ما شاهد نیستیم کتاب از جوزجان جمع شده باشه، یا از بدخشان جمع شده باشه، یا از تخار جمع شده باشه، یا از لوگر و جای دیگه جمع‌آوری شده باشه. در کل این پلان‌های طالبان یک پلان مشخص است که بر مردم هزاره صورت میگیره. در کل فشارها وجود داره و رسانه و مردم افغانستان میبینه. بله، ممنونم از همراهیتون. با تشکر از مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.